میکنه. سلام آقای بهنام. سلام خانم. بفرما. نگفتم خانم مملکت داره به هم میریزه، ملک سقوط میکنه، داری بخر. اتفاقا ما این خانه داریم میخواییم بفروشیم، دو تا مشتری دارم دست به نقد. پس برادری کنید خانه را نشانشان بدید. به روی چشم، شما بزرگ مایید، امر بفرمایید. آقای بهنام مواتن عوض کردین؟ کلاه دیگه خانم، عرق میکنه، هر چند وقت یه بار باید عوضش کرد. خیلی وقت سرمه ندیده بودین. آی بهنام اومدم. آی جزه خدا به امراتم. پشت خانه رو که دیدیم، اینم اتاق خوابش آی اسماعیلی. چند تا بچه داریم؟ 4 تا. خدا حفظشون کنه. اینجا جا برای همشون هست، همشون اینجا جا میشن. اینجا اتاق نشیمنه، هم میتونی میز کار بذاری، هم میتونی اتاق خواب کنی، هم میتونی اتاق پذیرایی باشه، اونم آشپزخونه است. اینجا خیلی استفاده ها میتونی بکنی. اینم که پذیراییشه، بزرگ و جادار، میتونی توش فوتبال بازی کنی، میتونی مهمونی بذاری، هر کاری دلت بخواد میتونی اینجا بکنی. بفرمایی. ببین های اسماعیلی، اینجا ببین، این کمد، این کمد، این کمد، اون پشتم انباریه. تشریفی ها بهت نشون بدم. این بهترین خانه، فقط یه نقاشی میخواد، سالم سالم. های سفید رودی، من میگم فعلا این خانه رو نگه داری. به جان مادر افلیجم، از فروش این خانه کمیسیون خوبی گیره من میاد، ولی دلم نمیاد. کارتو بکن بنام. چشم. حمید جان، تصمیم با شما راضی است. من این وسط کاری نیستم. ما به پولش احتیاج داریم. ناراحتی من از یه چیز دیگه است. یاد گذشته ها افتاد. اگه احتیاج نداشتم نمیفروختمش. اینجا بزرگ شدیم. با پولش میخوای یه خانه دیگه بسازی، انشالله با دلخوشی. این خانه اینجا افتاده بیفایده. حالا حمید چطوره؟ مریضی صاحب مرده ولش نمی کنه. بهش میگم بیا بریم تهران پیش دکتر خوب، یک بار برای همیشه درمانش یا خلاص، اما تن نمیده. ولی امسال هر طور شده میبرمش. بیشتر به فکر زندگی تا خودش. ما که مشکلی نداریم، خدا رو شکر خانه رو که خریدیم. تنها وام مغازه خستمان کرده. با پول سهم خانه نمیشه؟ شایدم بیشتر بشه. به حمید گفتم با بقیهش یه تکه زمین و یه ماشین بخریم. های اسماعیلی، 10 سال دیگه متوجه میشی من چه لطفی در حق شما کردم. این خانه خیلی خانه خوبیه. یه وقت حواس به سرت نزنه بفروشیش ها. خواستی هم بفروشی به خود من بگو. خریدن آقا. آقای بهنام، خواهشن شما کار سریعتر انجام بده. ما باید برگردیم شیراز، کلاسم تعطیل. شما اگه کار دارید میتونید برید. من از آقا خواهش میکنم موقع امضای موبایلنامه چک سهم شما رو بده. پس امضای راضیه چی میشه؟ راضیه خانم همین وکالت فروش میدن به آقا حمید و خلاص. حمید جان شما مشکل نداری؟ نه قربانت برم، شما به زندگیت هم برسید. پس مبارک باشه. سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند، چندان فتادند که ما سید لاغری. شاید امسال آمدیم شیراز. آرزو دارم سر مزار حافظ و سعدی فاتحه بخونم. بیاید که هوا بهتره. بیاید حتما. میاد چی شد امید؟ فروخته شد. مبارک باشه خانم سفیدرودی.
پس فروختش؟ به خاطر خواهرم، احتیاج داشت. با پولش میخوای چیکار کنی؟ 50% که میره برای وام مغازه، میخوام به نام دنیا سند بزنم. با بقیهش ماشین میخرم، یه مقدارش هم میذارم بانک سودشو میگیرم، شایدم یه تیکه زمین خرید. فعلا نخر تا یه جای رو نشونت بدم. کجا؟ یک قطعه از بهشت، خونه پدرزنم. شما میبرمت اونجا پیکنیک، کباب هم مهمان من، هم فال هم تماشا. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر کسی که کله کج نهاد و تند نشست کلاهداری و آیین سروری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که دوست خود روش بنده پروری داند. غلام همت آن رند عافیت سوزم، که در گدا صفتی کیمیاگری داند. وفا و عهد نکو باشد در بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. بباختم دل دیوانه و ندانستم، که آدمی بچه‌ای شیوه پری داند. هزار نکته باریک تر زمو اینجاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. مدار نقطه بینش ز خال توست مرا، که قدر گوهر یک دانه گوهری داند. به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد، جهان بگیرد اگر داد استری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. خیلی عالی بود. خب نوبت مهرداده، بعد نوبت زهرا. من برای شب شعر امشب تمرین نکردم مامان. بذار برای شب شعر بعد. بخوام مهرداد جان. منم مثل حسین از سهراب میخونم. باز آمدم از چشمه خواب، کوزه تر در دستم. مرغانی میخواندند، نیلوفر وا میشد. کوزه تر بشکستم، کوزه تر بشکستم، در بستم و در ایوان تماشای تو بنشستم. خیلی خوب بود مهرداد. با اجازه من از سعدی میخوانم. مشنای دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس، که به هر حلقه مویت گرفتاری هست. گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی بدهد کاری هست. هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید، تا ندیده از تو را بر منش انکاری هست. صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم، همه دانند که در صحبت گل خاری هست. نه من خام طمع عشق تو می‌ورزم و بس، که چون من سوخته در خیل تو بسیاری هست. باد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببرد، آب هر تیب که در کلبه عطاری هست. من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست. من از این دلق مرقع به در آیم روزی، تا همه خلق بدانند که زناری هست. همه را هست همین داغ محبت که مراست، که نمستم منو در دور تو هوشیاری هست. عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند، داستانی است
که بر هر سر بازاری هست. خیلی خوب، شب شعر تمام شد، چراغا رو روشن کنید، نوبت هندوان است. دست شما درد نکنه لیلا جان، بابا این کتاب رو بذار تو تخچه. دست درد زهر جان بیا بفرم. خیلی مبارک، آفرین، خیلی مبارک. جامعه موذبی دعوت ما کرده پیکنیک. به چه مناسبت؟ میخواد خانه پدری زنشو به ما نشان بده. راستش بوی پول به مشامش خورده، میخواد این خانه رو به ما بندازه. میگفت ارسیه، دل من نمیاد به غریبه ها بفروشیم. گفت خود من دلم نمیاد بفروشم، ولی سه تا باجناق دارم که دستنگن. ولی به نظر من این وسط یه پولی هم نصیب موذبی میشه. آخه خانه توی ده چه ارزشی داره که چشم سه نفرشان دنبالشه؟ نمیدونم والله. میگفت پدر بزرگ زنم مباشر خان بود، این خانه رو هم به کمک خان ساخته. حتما قشنگه که اینقدر تعریف کرده دیگه. بری تو اینجا بیا، من میگیرم تو. ما که مشکلی نداریم، خانه توی ده بشه درد ما میخوره. مگه قرار نبود غیر وام مغازه یه تک زمین و یه ماشین بگیریم؟ گفتم همه رو بهش گفتم، اصرار که بیاین ببینین که خانه جاش خیلی قشنگه، مثل بهشته، جای آرامیه، آینده داره. همه اینا رو گفت اصلا حتی حاضرم با شما شریک بشم. آخه کی تا حالا از شراکت خیر دیده که ما دیده باشیم؟ حالا کجا هست؟ توی ده، 5 کیلومتر با شهر فاصله داره. ما که میریم پیکنیک، به دیدنش میارزه دیگه، هم فال هم تماشا. نکنه برای پول ماشینه نقشه کشید؟ نه جان تو، برای من ماشین که مهمتره، بچه ها رو میبریم این برای خانه توی ده، به چه درد من میخوره؟ برای جمعه دیگه است؟ همین فردا. فردا؟ جمعه دیگه فردا. واقعا که همین عادت داری یواش یواش آدمو میندازی تو هچلا؟ من 1000 تا کار دارم فردا. مسئله نیست که خانم، زنگ میزنم هفته دیگه میرم. مامان فردا بریم، من دوست دارم بریم ده. مامان به نظرت میتونم بگم نه زهرا جان؟ نه. مهداد جان با بچه ها میرین تو اتاق، من برای تو خوراکی بیارم. بیایید تماشا کنید، اینجا از نظر من هم مثل بهشته. خانم بیا، مهداد با چهار پایین داره، دو درم بالا، دور تا دورم که بالکونه. یه پله از اونور میره بالا، یه پله هم از اونور میاد پایین. ها یعنی این پله که میاد پایین دیگه بالا نمیره توره؟ در مثلا مناقشه نیست حمید خان. آقا تورج بالا 3 در اتاق داره، وسط بالکن آقا جان خدا بیامرزم یه در اتاق ساخته بود مخصوص خودش. خدا بیامرز اونجا رو درست کرده بود برای امورات شخصیش، متوجه کمید؟ بله بله. شما تشریف ببرون بالا رو ببینید، تو من کباب بسات شو ردیف کنم. بریم خانم.
راست میگفت. کی؟ منزوی. اصلا فکرش رو هم نمی کردم. به نظرم خانه ی آرزو هست. بخریمش حمید. شوخی میکنی؟ من نه زمین میخوام نه ماشین. پول مغازه رو میدیم اینجا رو باش میخریم. هر چقدرم بذاریم روش میارزه. میفهمی چی میگی؟ میدونی نگهداری خانه گلی چقدر سخته؟ میدونی اینو؟ من تو خانه گلی به دنیا آمدم و بزرگ شدم. هم محکمتره هم هزینه نگهداریش کمتر. تعمیرات سالیانش هم فقط چند صد گله. این خونه صد سالش دنیا. از صد تا ویلا هم برای من بهتره. این خانه عمر نداره. بخریمش همین به خاطر من. نه به خاطر خودت. میایم اینجا تعطیلات. این همه باغ و زمین آینده داره. معلومه که شما تصمیم تو گرفتی. بله. از زمین به درک ماشین پرید. مهداد جان بچه رو بیار. ما اینجا رو میخواییم آقای منزوی. فقط باید با ما را بیای. چشم مبارکتون باشه. فقط باید اجازه بدیم بعضی وقت ما اینجا استفاده کنیم. فکر نکنی چشم به دنبالش ها. ولی خب ما اینجا بزرگ شدیم. برای همینم دلم میخواست بدم به شما. مال ما و شما نداره. هر وقت دوست داشتید بیاید اینجا. اصلا یه کلیدش هم میدم به شما. مگه شما هم اینجا زندگی میکردی توره؟ دقیقا قبل از دوم دبیرستان پدرم آستارا سمت اردبیل زندگی میکرد. خانم دست شما درد نکنه. وقتی کوچ کرد به اینجا اولش صیاد بود، بعدم کار کشاورزی شالکاری رو یاد گرفت. اونقدر آدم حلال کاری بود پدرم گلنار ولش نکرد. من خانوادم هم تو این دو در اتاق زندگی میکردیم. آجان هم عاشق تورج بود. خدا رحمتش. تورج هم عاشق شما شد. پیش بچه ها خوبیت نداره دنیا خانم. خدا همه ی رفتگان رحمت کنه. به 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 چی کباب شد. همه کام بخور بگو منزوی آدم بدیه. خدا وکیلی یه جایی آوردم که انگشتاتو بخوری. حتما بچه ها رو برسان در مدرسه. چشم خانم چشم. مواظب به حرف زدن خودت هم توی مدرسه باش. همه جا رو زیر نظر گرفتن. این مردی این قضیه خیلی جدیه خانم. ماجرای 42 فرام میکنه. همه جا شلوغ شده. تو رو خدا به مهرداد و حسین سفارش کن مواظب به حرف زدن. نه باش خانم چشم. به نظرت چی میشه حمید؟ تو چی فکر میکنی؟ به قول تو این دفعه دیگه فرق میکنه. حرفای سیاسی توی دهان مردم افتاده. همه جا بحث سیاسیه. همه از آقا حرف میزنن. حرفش برای مردم حجته. این همان چیزی که شاه ازش وحشت داره. مهمتر از مردم این گروه های سیاسی چپ و راست. همه رهبری آقا رو قبول کردن. یه عده سر ناچاری، یه عده با میل و رغبت. خدا رحم کنه. مهرداد جان مدرسه که تمام شد حتما حسین و زهرا رو مستقیم بیار خانه. شنیدی آقا مهرداد؟ چشم. همش از شکم سیریه خانم. حالا که پول به دست مردم رسید و شکمشان سیر شده زبانشون باز شد. 3-4 سال بود که پای مردم برای خرید ویلا به شمال باز شده بود. اما امسال چی؟ هیچ. بهار و تابستون که فصل کار ما بود هیچ کاسبی نکردیم. حیف. حیف این مملکت. آقای بهنام مشکل آدمایی که شکمشان سیره و سفرهشان رنگین اینه که فکر میکنن شکم همه سیره. کل مملکت
شمال تهران و 4 تا شهر بزرگ نیست. 70% مردم توی روستاها زندگی میکنن. روستاهای کوهستانی که زنهاش سر زایمان تا به دکتر برسن میمیرن. مثل مادر بیچاره من. شما اصلا میدانید چقدر از کشاورزا اسیر و برده بانکان؟ از بانکا وام میگیرن، موقع سر رسید که میشه پول ندارن پرداخت کنن. آن وقت مجبور میشن از نزول خارا پول بگیرن. پاییز موقع برداشت محصول مجبور میشن محصولشون رو نصف قیمت به نزول خارا بفروشن. شما که از من بیشتر تهران رفتید، فکر میکنی تهران فقط میدان شهیاده؟ مشکل حکومت ما اینه که فکر میکنه شکم سیرا رو باید سیر کنه تا با کمک اونا مملکت رو نگه داره. یادش رفته که تو کشورها پا برهنه و گرسنه ها انقلاب میکنن. این مملکت 50 سال پیش تا حالا عوض نشده؟ دنیا عوض شده. هر کی خدمتی میکنه وظیفه شه. از پول ملت چندر قازشان برای اونو خرج کردن هنره؟ شما میدانید چقدر از دنیا عقب افتادیم؟ تقصیر من و شماست؟ تقصیر ملته؟ نه، دولت باید جواب بده، حاکم باید جواب بده. نمیدونستم شما هم کلتون بوی قرمه سبزی میده. بهتره که دیگه حرف نزنیم، کم که میاریم پای تهمت و قرمه سبزی وسط میاد. خدا به همراهتون. نگران شدم. چه خبر؟ بیا تو برات بگم. بیا. تبریز و قیامته. به خاطر 40 شهدای قم مردم تبریز تظاهرات کردن. ارتش هم با تانک ریخته تو خیابونا. حسابی درگیری شده. بازم شعار مکبرشا سر دادم. این حرفا رو جایی نگی حمید. نمیگم ولی همه میدونن دیگه، همه دنیا فهمیدن. این اولین بار جرأت میکنن و مرگ به شاه میگن. این حرفا رو پیش بچه ها نزن. چی این وقت شد؟ سلام حمید جان. سلام جواد جان. برای انجام یه ماموریت به شمال آمدم. کار تمامه. امام دستور داده تا سقوط نظام شاهنشاهی تظاهرات باید ادامه پیدا بکنه. ببخشید من بازم مزاحم شما شدم. این حرفا چیه؟ خوب کاری کردی آمدی خانه. دو سه شب میمونم و میرم، ولی یه جای امن میخوام. ما یه خانه توی ده خریدیم، فکر کنم اونجا خوب باشه. میخوام توی شهر باشم. رفت آمده به ده خطرناکه، تو خلوتی هم آدم بیشتر تو چشمه. همینجا بمانی چی؟ خطرناکه برای شما، خطرناکه. یه بار دیگه هم اینجا آمدم، ممکنه شناسایی شده باشه. اگه شده بود میامدن دنبالم. ساده همینجا، هر جاری که شک کنن زیر نظر میگیرن. برای کارهای مهمتر نگه رفت آمده ساده. بهترین جا پس توی مغازه است، کسی به آنجا شک نمی کنه. بهتر شبانه بریم.
برای شما صبحانه و وسایلی که احتیاج دارید و میارم. من چیزی لازم ندارم خانم. سلام، صبح بخیر. صبح بخیر. چه خبر آقای بهنام؟ اوضاع خوبه؟ نه آقا، مملکت تعطیله. چطور شد این وقت صبح اومدی مغازه؟ خانم امروز کار داشت، مرخصی گرفتم کمکش کنم. بفرما نان تازه با پنیر. بزرگ مایی، نوش جان تازه خوردم. بفرما. جواد جان بیداری؟ سلام حمید جان. سلام. سلام آبجی. سلام. من باید برم، دیر کردین. اگه زودتر از این میامدیم همسایه‌ها شک میکردن. نون تازه گرفتم با پنیر. بیا بشین صبحانه. ممنون، من باید به قرارم برسم. حداقل یه وسیله بردارید کسی شک نکنه. خب بیا این فرش رو. یا علی، اگه تا ساعت 6 رسیدم که هیچ، اگه نه منتظرم نباشی. صبر کن جوان، صبر کن. برو به سلامت. اجازه بده بیام کمک. دسته درد نکنه. صبحانه‌تو آماده کردم. من دیگه میرم، خیلی وقت خانه رو تمیز نکردم. خانم ما یه چیزی به بهنام گفتیم، شما هم واقعا به خودتون مرخصی دادین دیگه. صبحانه‌تو بخور. خدا به همراهت. جواد نیکنام؟ خانم بیا. این کار دست خانم. خوبه؟ خب این کوزه رو هم خواستین؟ بله. بله. چند شد؟ قابل نداره. خیلی دو تومن شد. بفرمایید. ممنون. این نون تازه است. بفرمایید بفرمایید. بفرمایید خانم. ممنون. دست شما درد نکنه. خوب باش. خداحافظ. خداحافظ. آقای حمید سپیدرودی؟ بفرمایید. این امری بود، در خدمتم. این فرش مال شماست، درسته؟ بله قربان. خدا رو شکر دروغم بلد نیستی بگی. پاشو. کجا باید بریم؟ تو اینو ببر تحویل بده.
بگو بیام برای بازرسی و پلمپ و مغازه. الو خام سفیدودی، آقا حمیدو بردن، ساواکیا بردن. برو تو مغازه. چی شد آقا؟ شوهرمو کجا بردین؟ شوهرتون به جرم اقدام بر علیه امنیت ملی بازداشت شده. جایی دنبالش نگردید چون نمیتونید پیداش کنید. برید خونه کنار تلفن بشینید تا شوهرتون باهاتون تماس بگیره. اگر خطایی از شما سر بزنه مطمئنن بازداشت شدید. مفهوم شد؟ بفرمایید بیرون. بفرمایید خان. چه کار کنم آقای بهنام؟ کجا برم دنبالش؟ اینا ساواکی بودن خانم. بهترین کار همونی که گفت. برید خونه بشینید تا باهاتون تماس بگیرن. جانم زحمت این چایی رو بکش. باشه. آقای منزوی دست شما درد نکن. بفرمایی بفرمایی خواهش میکنم. شما فرم بشین خانم سفیدودی. دست شما درد نکنه. آفرین آفرین بر تو حمید. از آن نترس که های هوی دارد، از آن بترس که سر به زیر دارد. اصلا فکرشی نمی کردم که این حمید رفته باش تو کار مبارزه. بعضی وقتا یه حرفهایی می زد آدم فکر می کرد این کلش بوی گرمه سبزی میده. ولی نه دیگه تا این حد سر از زندان در بیاره. والله جرأت داره. ما هم فکر نمی کردیم حالا با اسلحه گرفتنش یا دست خالی. دست خالی پرش مهم نیست، مهم اینجاست. مخ اونا با اینجا کار دارن. این حرفا چی آقای منزوی؟ کدام مبارزه؟ کدام اسلحه؟ میدانید این حرفا اگه به گوش ساواکیا برسه فکر میکنن سردسته انقلابی ها رو گرفتن؟ میدانید چه بلایی سرش میارن؟
خدا کنه زیر شکنجه دووم میاره. از کجا میشناسیش؟ دوست دوران مدرسه من بود، به عنوان مهمان آمد خانه ما. اینا رو بهتر از تو میدونم. منظورم شناخت سیاسی عملیاتیه. من نمیدانستم که او سیاسیه، ولی سالا پیش به شما اطلاع داده شده بود. پرونده داری شما؟ اون ماجرا گذشته بود. من نمیدانستم سیاسیه، به عنوان مهمان رشت شدم به خانه. مهمانو میبرن تو پسوی مغازه پنهانش میکنن؟ شما اجازه بده صحبت من تمام بشه. منظورم اینه که تا آن شب نمیدانستم. خودش گفت تحت تعقیبه و باید پنهان بشه. تو چرا به ما خبر ندادی که یه تروریست به تو پناه آورده؟ جواد که خودش میگه انقلابیه نه تروریست. میدونی کجا رفته و ماموریتش چیه؟ نه. شما خودت بهتر میدانی که آدمی مثل جواد به هیچ وجه نمیگه کجا میره و کارش چی. شما لازم نکرده ماموریت ما رو به ما یاد بدی. میندازم تو انفرادی تا برای همیشه یادت بمونه که نباید با خرابکار همکاری کنی. ببرینش. تویی؟ گوش کن چی میگم دنیا، زیاد نمیتونم حرف بزنم. من حالم خوبه، فهمیدن کسی چی خبر ندارم. نگران نباش. داروها چی میشه؟ کجا بیارم؟ حسین و زهرا رو برسن در مدرسه، بعد خودت برو مدرسه ها. چشم. تو مدرسه درباره آقات پرسیدن حرفی نزنی. چشم. سلام. سلام. سلام خانم سویزودی. سلام. بفرمایید. حسین جان. خوبی؟ ماشاءالله. آفرین پسر، آفرین. ماشاءالله. سلام. خوبی؟ سلامتی. خبری نشد؟ چرا؟ بعد از 3 روز دیشب زنگ زد و گفت که خوبم. گفتش فهمیدن که کاری نبوده. خیلی خوب، خیالم راحت شد. من یه چای میخورم میرم مدرسه. ممنونم که انقدر به فکر ماید آقای منزوی. بفرمایید.
بفرمایید. حال جسمیش به شدت خرابه آقا، مریض احواله. ولش کنیم بره، معلومه که نه سر پیازه نه تای پیاز. اینقدر تنبیه شده که دیگه از این غلطا نکنه. چشم، پلمپ مغازش رو چیکار کنیم؟ فکش کنیم؟ به هیچ وجه. خربزه خورده باید پای لرزش هم بشینه. بقیه هم باید بفهمن. یه نامه هم با آموزش پرورش بزنید، از تدریس تعلیق بشه، تعلیق بدون حقوق. دکتر رو خبر کن. الو. سلام خانم، همسر شما آزاد شدن. خدا خیرتم بده. ممنونم. کی میان منزل؟ تشریف ببرید بیمارستان، اونجا بستری شدن. شده همین.